بر همه ارجمندان، بسیار مفتخرم که در خدمتون هستم. عنوان گفتگو همچنان که اعلام شد، مرگ روح سازندگی در پیکر ایرانیان پس از اسلامه. من دیده هایی رو با شما در میون میگذارم و بعد بر پایه اون دیده ها میکوشم که دلایلی برای وجود اون دیده ها پیدا کنم. سنجشی مقایسه میان ایران پیش از اسلام و ایران پس از اسلام از زاویه سازندگی و آبادگری. ما نمودهای بسیار خوبی رو در عمل از اندیشه‌ای که در پس عمل قرار داره از نگاه زندگی ساز ایرانیان در پیش از اسلام می‌بینیم که در دوره اسلامی تاریخ ایران یا این نگاه بسیار بسیار کمرنگ شده یا در مقاطعی کامل از میان رفته. و اون نقطه عطفی که در حقیقت این نگاه رو، نگاه زندگی ساز و نگاه آبادگر و نگاه علاقه به زندگی و عمران و سازندگی رو تبدیل به بی‌تفاوتی و یا حتی گرایش به ویرانگری و تخریب داشته، دقیقاً همون قادسیه ایست که ما امروز درباره سالگردش داریم سخن میگیم. طبیعتاً یک شبه این تغییر نگاه رخ نداده، زمان برده، ولی کمرشکن شهریگری ایرانی، تمدن ایرانی و در حقیقت بنیاد اون، یعنی اندیشه ایرانی و جهان نگری ایرانی، میشود همان قادسیه و پیامدهای پس از قادسیه انگاشته بشه. ما در دوره هخامنشیان دیده هامونو میاییم یک بازنگری میکنیم. داریوش بزرگ در سوئز کانالی میکنه، طبیعتاً برای افزایش رونق بازرگانی است و برای ایجاد آبراهایی است که بتواند امر بازرگانی و نهایتاً ایجاد ثروت و آبادگری رو پیش ببره و افزایش بده. همون داریوش بزرگ در ایران پست چاپار رو راه میاندازه به گونه ای که از شاید شمالی ترین نقطه به جنوبی ترین نقطه ایران رو در زمان بسیار کوتاه این پیکای تندرو میرفتن و این خودش یک گام بسیار بزرگی برای پیوند دادن گوش و کنار کشور به هم بود، برای ایجاد امنیت و ایجاد آبادانی. راههای رو ایجاد میکنه، سکه ها رو تولید میکنه و سکه های با در حقیقت ارزش های یکسان که در تمام شاهنشاهی پهناور هخامنشی به صورت یکسان به کار میره. واحدهای طول و واحدهای وزن رو یکسان میکنه که اینها همه گام های بسیار بزرگی است برای رونق اقتصادی. وقتی شما واحد طول، واحد وزن، واحد اندازه گیریتون در کشور پهناور آن روز یک دست و یکسان باشه، طبیعتاً به اعتماد سازی اقتصادی و به ایجاد امنیت در فضای بازرگانی و تولید کمک میکنه. ما گزارش هایی داریم که داریوش خودش شخصا علاقه نشون میده که فلان نهاله که در فلان نقطه کاشته شده میتواند در فلان بخش دیگر کشور هم کاشته بشه و به اصطلاح به بار بشینه. یعنی علاقه و گرایش به کشاورزی و اهمیت دادن به اون به گونه ایست که شاهنشاه مقتدر ایران خودش در مورد مسئله نهال کاشتن و درختکاری همچین دقت نظری داره. این مسائل رو در نظر داشته باشید. تو همون دوره هخامنشی در ادامهش ما به صورت در حقیقت یه دیرمان یا سنت میبینیم این نگاه رو، چون بوده 60-70 سال پس از داریوش بزرگ اردشیر دوم در یک اردوکشی در منطقه شمال ایران، احتمالا جنگل های حدود تالش، هشبر و تالش، با لشکری از ایرانیان شب رو مجبورن، ناچارن که بمونند و سرمای بسیار جانفرسایی اونجا بوده و اردشیر دوم میگه برای اینکه سربازان تا بامداد از سرما نمیرن و یخ نزنن، درخت هایی رو قطع بکنن که بتوانن بسوزونن
و تا بامداد دوام بیارن. نظامیان سپاهیان ایران سر باز میزنن و میگویند این کار زشتکاریه، این بی اخلاقی است، ما نمیتوانیم اینگونه به ویرانی زیستبوم دست بزنیم. حتی به خاطر آسودگی خودشون و ایجاد گرما برای خودشون هم به این کار نمیدن، علارغم فرمان شاه کشور. از این رو خود شاه و شماری از افسران بلندپایه برای اینکه خودشون الگویی بشن میآیند و با تبر چند درخت رو میاندازند برای اینکه سربازان دیگر هم درختان رو قطع بکنن تا بتوانند خودشون رو گرم کنن و لشکر ایران تا بامداد همشون تلف نشن و از میان نرن. این نگاه بسیار ظریف و انسانی و طبیعت دوست به زندگی در نزد ایرانیان، حتی در نزد ایرانیان میانه جمعیت، سربازان، لشکریان، این نشان از میل بسیار ایرانیان به آبادگری و به عمرانه و بیزاری و دوری از ویرانی و خرابی و عدم و نابودی است. ما گزارش هایی داریم که تولید کشاورزی در جنوب غربی ایران، جنوب غربی ایران کنونی یعنی استان خوزستان، با وجودی که امروز تکنولوژی هست، فن سالاری قابل مقایسه با حدود 1500 سال پیش زمان انوشیروان نیست، یک سوم تولید کشاورزی زمان انوشیروانه. بعد از 1500 سال تولید کشاورزی یک سومه و این مقایسه نشون میده که با چه دقتی مسئله کشاورزی، مسئله آبیاری، مسئله کانال کشی، مسئله نگهداشت منابع آب، مسئله تقسیم و پخش درست آب، مسئله گزینش درست گیاه برای منطقه، برای زمین، برای آب و برای نور چقدر نزد ایرانیان مهم بوده که اینگونه شما با فن سالاری یا تکنولوژی 1500 سال پیش نسبت به امروز 3 برابر تولید داشتید. پادشاهان ساسانی تقریبا الان از تجارب الامم و همچنین از عهد اردشیر و کتاب‌های از این دست، از برج ذهب مسعودی، می‌بینیم که همشون پس از بر تخت نشستن وظیفه داشتن که یک سخنرانی بکنن و به اصطلاح دستور کار و برنامه‌هاشون رو با بزرگان کشور در میون بگذارن که خب اینها برای مردم هم بازگویی می‌شد. در همه این سخنرانی‌ها یک وعده و قولی که شاه میداد، جدا از مسئله دادگستری، مسئله آبادگری و ایجاد عمران در کشور بود. این آبادسازی یکی از در حقیقت خیشکاری‌های اصلی دولت‌های ایرانی است که خیلی از این شاهان به وعده و پیمانشون وفادار بودن و پایبند بودن و برخی هم نبودن. ولی این که نفس کار اینگونه میطلبید که شهریار بیاید و همچین قولی به مردم بده و خیلی هاشون هم برای اجرای این قول کوشا بودن، نشان میده که روان انسان ایرانی به شدت گرایش به آبادسازی داشت. توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، همه عواملی است که در کنار هم یه جامعه رو جامعه خوشبخت می‌سازه. از دل فقر و بدبختی و نکبت هیچ وقت والایی و بالندگی و رسایی بیرون نمیاد. خب طوفانی اومد، طوفان اسلام در 1400 سال پیش، چند و چونش بیرون از حوصله این گفتاورده و توانست که بر ایران چیرگی سیاسی پیدا کنه و در درازای حدود 400 ایران رو از کشوری با مردمی که بیشترشون پیرو آیین‌های ایرانی بودن تبدیل کرد به کشوری که مسلمانان از نظر شمار دارای اکثریت شدن. این فرایند چیزی حدود 400 سال طول کشید. نخست در شهرها مسلمان‌ها بیشتر شدن به خاطر خیلی از فاکتورهایی که
در این مسئله نقش داشت که خودش بحث خیلی مفصل و جستار بزرگی رو میطلبه. و بعد روستاها وارد این فاز شدن و مسلمان‌ها در اونجا اکثریت رو یافتن. مسئله مهم این است که پس از اسلام شما با یک سیستم روبرو بودید که اصولاً نه برای خودش نقشی در جهت سازندگی و ایجاد آبادانی در سرزمین‌های زیر چیرگیش قائل بود و نه اصولاً آبادسازی را ارزش می‌دونست، حتی یک ارزش اخلاقی برای یک فرد. بنابراین چه نگاه همگانی چه نگاه فردی به مسئله آبادگری و ایجاد ثروت و عمران در این سرزمین‌های زیر چیرگی خلافت اسلامی بی‌معنا بود. خوبه یک نگاهی بکنیم به بناها و ساختمان‌هایی که در ایران خودمون امروزه هست که از 1400 سال پیش به این ور ساخته شده. شما امروز اگر یک جهانگرد فرنگی به ایران بیاد و بپرسه من میخوام برم به دیدن دیدنی‌های کشور شما، حالا غیر دیدنی‌های طبیعی مثلا فرض کنید مثل قاره علی صدر در همدان و از این دست یا زیبایی‌های رامسر و کلاردشت، خب میگویید پاسارگاد رو ببینه، تخت جمشید رو ببینه، حکمتانه رو ببینه، اگر که ویزا داره میتونه عراق بره، بره طاق کسرا رو ببینه، میتواند برود و بیستون رو ببینه در کرمانشاه و از این دست سفارش ها. ولی وقتی نگاه میکنی تو 1400 سال یک بنای آبرومندی که شما بتوانید به یک جهانگرد نشون بدید برپا نشده. تک و توکی خیلی کم شمار مساجدی ساخته شده در دوره صفویه، اونم ویژه در دوره شاه عباس، که در آن هنگام مثلا در اصفهان این شهر پایتخت شاه عباس بود و خیلی سفیران اروپایی می آمدن ایران برای آبروی خودش. شاه عباس به هر حال مسجد شاهی می سازه، مسجد شیخ لطف اللهی می سازه. چندی پیش از اون، یک قرن پیش از اون، شاهرخ برای همسرش مسجد گوهرشاد در مشهد می سازه. و وقتی نگاه میکنید جز چند مسجد به خاطر کاشیکاری های هنری که در اونجا صورت گرفته یا این ارک ها یا طاق هایی که زده شده که معماری ایرانی است از دوره ساسانی و گنبد هایی که ساخته شده، هیچ چیزی شما نمیبینید که دست یک خارجی رو بگیری ببری بهش نشون بدی بگی بیا این رو در کشور من ببین. و این واقعا غم انگیزه. اگر یزد بادگیرهایی داره که بسیار زیباست و برای فرنگی ها جذابه، این بادگیرها از 2000-3000 سال پیش از هنگامی که شهر یزد بنیاد گذاشته شد به خاطر شرایط جغرافیاییش اونجا بوده. خب این دیده ها پشتش یک انگیزه ای هست. چرا تو این 1500 سال 1400 سال ما تا همین روزگار تقریبا نوین بنای آبرومندی در ایران ساخته نشده؟ نخست در دوره چیرگی خلافت اسلامی ما به عنوان در حقیقت منابعی به حساب می آمدیم، براشون به شمار می آمدیم که باید چاپیده می شدیم، باید ثروتمون رو می گرفتن تحت عنوان جزیه، خراج و بعدم باج در دورهای گوناگون. پس از سقوط خلافت اسلامی، هنوز درون دوره اسلامی تاریخ ایران هستیم، آمدن قبایل زردپوست آسیای میانه یکی پس از دیگری و ویرانگری های این نوع مسلمانانی که در تعصب بسیار بسیار بدتر و خشنتر از پیشینیان خودشون بودن که از باختر به ایران اومده بودن، اینهایی که از خاور به ایران می آمدن ریشه واقعا تیشه به ریشه تمدن زدن. و بعد این روال ادامه پیدا کرد و هر کسی فکر میکرد که ایرانیان مردمی هستند به گروگان گرفته شده، باید اونها رو دوشید، باید شیره جانشان رو گرفت و چرا باید اصولا اینجا پلی ساخت، چرا باید کاروانسرای ساخت، چرا باید آبنباری ساخت، چرا باید محلی ساخت، جاده‌ای ساخت، آبادی ساخت.
دیگر گذشت آن زمانی که اردشیر بابکانی بود که در درازای 14 سال 11 شهر رو در ایران بنیاد گذاشت و ساخت و از این 11 شهر 7 شهر هنوز باقی است، بر جای مانده. یه همچین نگاهی از میان رفت، ویرانی پشت ویرانی، خرابی پشت خرابی. چرا؟ اصولا در جهان نگری که اسلام با خودش به سرزمین ما آورد، به هیچ روی آباد کردن نه تنها ارزش نبود بلکه اتلاف وقت بود برای انسان. انسان مسلمان باید در خدمت الله به جهاد مشغول می شد و اصول دین را باور داشت و به فروع دین عمل می کرد. امر معروف، نهی از منکر، حج، جهاد و از این دست مسائل. اون چیزی که اصلا لحاظ نمیشه، نه در اصول دین و اصول مذهب، در تشیع اصول مذهب، در اسلام اصول دین، نه در فروع دین، نه حتی در قرآن و نه حتی در حدیث هایی که به پیامبر اسلام منصوبه، نه خود سنت پیامبر اسلام و نه روایات امامان شیعه که به هر حال ایران از 500 سال پیش عمدتاً کشور شیعه شده، در هیچ کدوم از اینا شما حتی یه جمله خالی، خشک و خالی، حتی شعارگونه هم شده برای خالی نبودن عریضه در راستای تشویق مردم به کاشتن درخت، به ایجاد کار، به تولید، به ایجاد ثروت، برای درست کردن یه سایه‌ای بر فراز یک خشکی، برای پاسداشت منابع آبی، آلوده نکردن آب و خاک و هوا، برای آزار ندادن جانداران دیگری که همزیست ما در این کره خاکی هستند، هیچ نمیبینید. هیچ. اگر وارونشو نبینید مطمئنن این نمیبینید، چون وارونشو زیاد میبینید که شما اشرف مخلوقاتی بگیرید و بکشید و ببرید و بپاشید و هر آنچه که میخواهید مصرف کنید، این همه در اختیار شما. سر ببرید گوسفند و آبها رو هر گونه میخواین آلوده کنید. اصلا وظیفه انسان مسلمان ساخت و ساز نیست. رابطه انسان مسلمان با خدای خودش، با الله، پیوندی نیست که تو این پیوند مشارکتی و همراهی و همگامی در کار باشه. انسان مسلمان در برابر الله ناتوان، درمانده است، بدبخت، مفلوک، بیشخصیت و هیچه. هیچه. حتی یه عدد اشاری هم نیست، هیچه. این 180 درجه ناهمسوس با جهان نگری ایرانیان در پیش از اسلام که نگاهشون به اهورامزدا نگاهی بود از یک رهرو به یک راهبر، راهبری که به رهرو نیاز داره برای اینکه بتواند جهان بهتری بسازه. خود اهورامزدا علیم و سلیم و قادر و مطلق و صمد و احد و این گونه صفات عجیب و غریبی که به الله اسلام نسبت داده میشد نبود. به انسان نیاز داشت برای ساختن جهانی بهتر. اصلا انسان رو آفرید بر اساس بدنهش، برای اینکه کمکش کنه برای نبرد با اهریمن، و اهریمن هم دیوان رو آفرید. این نگاه زندگی دوست و طبیعت دوست ایرانی بود که حتی در قالب اسطوره خشکسالی رو که در روزگار کهن بزرگترین عامل ویرانی در جهان بود و با یک دیو تشبیه کرد. دیو اپوش دیو خشکسالی بود. یعنی این پدیده اهریمنی است. چرا؟ برای اینکه با خودش ویرانی میاره، با خودش عدم میاره، نابودی میاره، با خودش فقر میاره، با خودش گرسنگی میاره. و هیچ وقت شما در یک کشور گرسنه مفلوک نیازمند نمیتوانی نه ایجاد فرهنگ و هنر و فضیلت کنی، نه ایجاد اندیشه کنی، نه پیشتاز شهریگری و تمدن بشی. هیچ چیزی رو نمیتوانی به جهان بدی و اگه چیزی هم از جهان بگیری بسیار بد و ناجویده و در نیافته، با یک فرم بسیار زشتی به یک ابتذالی در کشور خودت بدل میکنی. در پایان سخنم جنبندی که دارم این است که امیدوارم در راستای همین نوزایی
ایرانی که بخشی از ملت ایران بدون گمان درش هستند و یک رنسانس اندیشه‌ای داره در ذهن ایرانیان رخ میده در بازیابی خودشون به عنوان ایرانی، حتما و حتما این اندیشه بسیار بسیار مهم رو همراه داشته باشن که هر گونه کنششون، هر حرکتشون بتواند منشأ اثر باشه، بتواند ایجاد آبادانی بکنه، بتواند یک ساخت و ساز ایجاد بکنه، بتواند یک خشتی رو بر روی خشتی بگذاره. حالا این توسعه میتونه اقتصادی باشه، میتونه توسعه اجتماعی یا فرهنگی باشه. مهم این است که گام هامونو با برنامه برداریم، برای زمانمون ارزش قائل بشیم و اگر میخواهیم مانند نیاکانمون بیاندیشیم، اگر میخواهیم کوروشوار، زرتشتوار، فردوسیوار، اردشیروار و داریوشوار زندگی کنیم، باید این گونه نگاهمون تغییر کنه. یادآوری میکنم ما ملتی بودیم در دوران پیش از اسلام که یکی از کشاورزان، یکی از ایرانیان، یه ایرانی عادی ساده ازش پرسیدن که تو در کهنسالی هستی، چرا با این سن بالا داری اینقدر سخت کار میکنی برای کشاورزی، برای آبیاری، برای کاشتن، برای ایجاد خوراک، برای تولید؟ تو که نمیبینی احتمالاً محصول بعدی رو، درو به دروی بعدی عمرتو نمیرسه. اون فرد برگشت گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران بخورن. این نگاه والاتبار رو شما مقایسه کنی با ضرب المثلی که در دوره اسلامی در این چند سده در ایران متاسفانه زیاد بر سر زبان ها افتاد که دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. تفاوت از زمین تا آسمان است. سپاسگزارم.